ایام ازاداری است و این گونه مجالس در عین همون کیفیت محدودی که دارد می تواند فیس بخشی بر تمام جهان و عالم انسانیت داشته باشد من یادم هست از یکی از دانشمندان و بزرگان و روحانیون محصلین حوزه علمیه نجف اشرف ایشان می گفت که من وقتی این مقدار دوران تحصیلیم را پشت سر گذاشتم و یه مدت در سرا ادامه دادم و خلاصه م... م... کتابهایی کتاب هایی را که میخواستم بخوانم خواندم و دروسی را که میخواستم می شرکت بکنم در حد توانم شرکت کردم تصمیم گرفتم برگردم به وطنم برای خداحافظی رفتم منز... منزل, حضرت آیت الله عزمای شهید صدر رحمت الله علیه برای عرض ارادت و خداحافظی محضر این مرجع بزرگوار و شهید مشرف شدم گفتم من میخوام برم وطن خودمان خلاصه برای خداحافظی خدمت شما مشرف شده میشان فرمودن حالا که میری بالاخره من چند تا سفارشی به شما دارم یکی از سفارشات مسئله بیت المال سهم مبارک امام علیه السلام که مسئله بسیار حساسه هم از نظر علمی و هم از نظر عملی و هم از نظر بهربرداری هایی که میشود این خیلی دقیق هست البته خب در بعض جاها شاید اون طوری که شایسته است رعایت نشود ایشان فرمودن که خلا نظرش این بود که بالاخره نسبت به همین مسئله خیلی باید خلاص تلاش نکنین که این دست شما برسد خلاصه شما مسلط بر این باشید چون مسئولیتش خیلی زیاد است به طور طبیعی و نرمال اگر موفق بودین خواستین در این زمینه کار بکنین بر اساس همون نظام شرعی و فقهی که فقهای محترم اسلام بیان کرده است همت بگمارید همونطور عمل بکنید که مبادا خدای نخواسته در میدان معنویت و روحانیت زامن شرعی اموال و بیت المال الهی باشید و این خطرناک است اگر خلاصه خیلی به طور نورمار و طبیعی دست شما نیامد بگذارید هر که هر کار کرد خلاصه اونجا میداند و خدایش حسابش با خدا این یه جمله بود جمله دیگری که خلاصه فرمودن من خواستم تذکر بده هم این است مجالس دینی و مذهبی را در همه جا باید داشته باشید محافل را باید برگزار بکنید ولو در یک محدوده بسیار کوچک و مختصر مجلس چهار نفری پنج نفری ده نفری در این شهر در این محله در اون خلاصه استان و در اون خلاصه جایگاهی خلاصه دوردست و فقیر و در بین همه اقشار مختلف در سطح خلاصه کشورهای اسلامی و کشور خودتان مجالس را بیشتر بکنید و ترویج زیاد بشود به خاطر اینکه این مجالس یه وقتی به درد شما میخورد چون اسلام به عنوان یک مکتب ارزشمند جهانی در عین حالی که همون مقداری که اهمیت و ارزش دارد در مقابلش دشمنش هم زیاده کسانی هستند مکاتب دیگر و پیروان مکتبهای خلاصه خرافی اونها نمیگذارد اسلام و مسلمین در سطح جهان رشد بکند و پیش برود ولی شما هم چون در یک محدوده تاریک و دور از فرهنگ غنی اسلام قرار دارید و میخواهید اونجا انشاءالله ایفای وظیفه دینی و مذهبی خودتان را بکنید خلاصه یکی از کارهایی که میکنید همین این ای مجالس را داشته باشید ارتباط شما برقرار باشد رفته رفته یه روز این مجالس به درد شما میخورد یه یا حسین یه جای گفته می شد از می چندین گوشه و کنار همون صدا بلند است محدوده ها کم است مختصر از چهار نفر پنج نفر ده نفر پنج نفر و صد نفر است اما یه مرکزیتی دارد وقتی ارتباط بر اساس نام اهل بیت وقتی این نام و این, این شعار الهی شعار شهادت و دیانت و ایثار و فدهکاری و ترویج دین و فدهکاری در راه دیانت بلند می شود از یک مرکز وقت بلند شد چون این ارتباط برقرار است از, از یک جایگاه و مرکزیتی تا به اقصا نقاط جهان همون ارتباط کار خدا می کند همه حرکت می کنند به نام سید و شهده قطر قطره قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود می شود یک قدرت قدرت فرهنگی و دینی از هر گوشه و کنار صدای بلند است صدای حقیقت خدا رحمتش کنه شیخ عباس قومی رحمت الله علیه در همین کتاب شریف نفس المحمومش روایات ارزشمندی دارد در ارتباط با مسائل روزخانی و مصیبت داری که یکی از فرمایش فرمایشاتش و حرفهایی که نقل کردن و فرمایشات ارزشمندی را که بیان کرده است فرمایش حضرت امام صادق علیه و السلام است طبق روایتی که شان نقل کرده در همین کتابی شریف نفس المحموش موش از مام صادق علیه السلام و السلام حضرت می فرماد نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همهو لنا عباده و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله نفس های اندوهناک برای مظلومیت ما برای گرفتاری ما برای خلاصه اینه که حق ما را تلف کردن در طول تاریخ در, بر در برابر ما استاد استاده شدن و ما را از حقمان محروم کردن اگر نفسی و جانی و روحی در نسبت به همین مسئله اندوهناک می شود این اندوه و خلاصم حزنی که پیش می آید میگه سوابش سواب تسبیح است نفس المحموم لهن مناتس لظلم ناتسبیح و همه لنا عباده و کتمان و سرنا جهاد فی کتمان و سرنا جهاد فی سبیل الله در روایت دیگر نقل می کند که حضرت می شیعتنا خلق من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا شیعه یک عنوان بسیار زیبا و مقدس در جمع و جامعه اسلامی است خلاصه طائفه خلاص آبرومند با عزت با فرهنگ حضرت خلاصه صفت و فضیلت شیعه را و علامتش این گونه بیان میکند شیعتنا خلق من فاضل تینتنا ارتباط ها و اینه که دل به دل راه پیدا می کند و خلاصه محبت همین طور به وجود می آید و برقرار می شود اینها اسراری دارد و رمزهایی است بر بین همین خلاصه محب و محبوبی که خود انسان شاید احساس نکند حضرت می فرماید شیعتنا خلق من فاضل تینتنا ای بسیار بیان چون بیان امام صادق علیه و السلام و است و خیلی محتوا دارد و بلند است میفرماد شیعیان ما از زیاده سرشت و گل ما خلق شده است یعنی خمیره وجودی شیعیان همون خمیره وجودی ائمه معصومین علیهم و السلام است یه علامت و نشانی دارد یفرحون لفرحنا در ایام خوشحالی و نشاط و بهجت من اینها خوشحال و بسرور هستند و در ایام حزن و اندوه و مصیبت اینها هم مصیبت زده و اندوه ناکن تا خلص قضایای تاریخی و تحولات جهانی که پیش آمده است نسبت به مقام اسمت و تهارت علیه مسلات و, و سلام فراموش این قشی از جامعه انسانی نخواهد شد چون با ما مرتبطه اینها از سرشت مایه فطرتش با فطرت ما ارتباط دارد و مرتبط است اینا هرگز ما را فراموش نمی کند و این مایه عزت همیشگی و افتخارات دائمی خودشان خواهد بود لذا این بزرگترین افتخاره اگر ما واقعا در مسیر همین مسیر لطف خدا شامل حال ما بشه و قدم های مثبت را برداشته باشیم با کمال عزت زیست کرده ایم و با کمال عزت الله اون روزی که خواست خداست به لقای خداوند خواهیم رفت و این مایه ای افتخار ما خواهد بود اگر در همین مسیر مسئله جلسه گرفتن و مجلس عزا و مصیبت برپا کردن و برنامه های دینی و مکتبی و داستان آشورا و کربلا و شهادت و اصارت و اینها را بیان کردن کاری ساده است اگر شهادت هم افتخار است در این را نصیب انسان بشود بالاتر از این افتخاری نخواهد فرمایش خود سید الشهدا علیه السلام و السلام که نسبت دادن به حضرت و این کانت الابدان و للموت اون شاد. فقتل فی سبیل الله اولا و اگر این بدن برای مردن آفریده شده است باید برود ف این کانت الابدان للموت انشئت اگر این بدن ها برای مردن آفریده شده است فقتل فی سبیل الله اولا و افضل بهترین مردن و خوبترین راه برای مردن همون راه شهادت که از راه شهادت انسان به درود حیات بگه و به پروردگارش انشالله حرکت بکند و برود این بزرگترین افتخاری است که پاکان دنبال این مسئله بوده هم. همیشه تلاش داشتن در این دعای شریف شبهای ماه مبارک رمضان که همه الحمدلله اهل علم و دانشن مجلس با عرض معذرت که زبان درازی نشود و در اون ایک از دعاهاش آخرش دارد و قتلا فی سبیل کرد فوفق لنا خدایا یکی از چیزهایی را که در ماه رمضان از شما میخواهم و قتلا فی سبیلک فی سبیلک فوفق لنا شهادت در راه خودت را توفیق بده که ما اون شهادت در راه خودت را به دست بیاوریم و اکتساب بکنیم شهادت بالاترین سعادت است ولی که نصیب هر انسانی و هر آدمی هم نخواهد شد فرمایش مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه علی علی السلام در این کتاب شریف نهج اش که فرازهای او را نقل کرده است اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحلا لخاصت اولیائه میگه جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت است ولی برای هر کسی باز نمی شود فتح الله لخاصت اولیائه این مال خاصان مال پاکان هفتاد دو, دو تن بیشتر نمی دیگران می روند بیعت رو برداشتم یا الله رفتن خدا حافظ از فرصت استفاده کردن ولی از فیض ابدی محروم ماندن حضرت فرمود طبق روایت که من غیر از من کسی دیگر را کار نداره شب شب آشورای آخرین شب از عمر و زندگی من است بیش از یک شب که همین شب باشد من زنده نخواهم بود فردا شب من نیستم من الان از شما بیعت را برداشتم شما می توانید از همین تاریکی شب استفاده کنید برای فردا نمانید به خاطر اینکه اگر برای فردا بمانید صدای استقاسه منا بشنوید و کمک نکنید در زمره کافرین محشور خواهی بود صدای حل من ناصر و حل من حل یا و انحرم رسول الله را اگر از من بشنوید و گوش ندهید در زمره کافرین خواهد بود لذا از همین شب، چون من بیعت را از شما برداشتم می توانید استفاده کنید همین همینطور حضرت سکینه سلام الله علیها دختر سه ساله یا بیشتری از نظر سن و سال سید و علیه السلام و سلام میگه من همونجا نشسته بودم خطبه پدر را گوش میدادم حرف های بابا را میشنیدم جمعیت کثیری بود در اردوگاه پدرم سید و علیه السلام و وقتی حرف بابا اینجا رسید دیدم ده ده نفر بیس بیس نفر همینطور بلند میشود و بالاخره فاصله میگیرد و می رود من از بس زیاد جمعیت بلند شد و رفت اقدم و رفت خلاصه راه گلویم را گرفت همین طور هست در هر صورت خلاصه روزگارها سپری می شود و میگذرد ولی سعادت فتح الله لخاصت اولیائه برای خاصان اولیاء خدا این در باز است برای هر کس در شهادت و جهاد فی سبیل الله باز نخواهد بود و این خیلی مردانگی میخواهد و خیلی همت میخواد اینی که انسانی الگوی تاریخی بشود کار ساده نیست همین هایی که شهرت دارد در قسمت بدیها یا خوبیها هم در بعد بدیها و زشتکاریها و قباحتی که از اونها شنیده میشود نظر به بیان تاریخ و هم در قسمت خوبیها و فضائلی که از اونها بیان می‌کند این همه شهرت و آوازه معلوم سری دارد بدان در بدیهایش و خوبان هم در خوبیهایش ایامی که این مجالس رو در باره مجلس میخواستم صحبت بکنم اهمیت داره گاگای به حمدلله چون نعمت زیاد است گاگای خوب از بس زیاد است خل همه هم روزخان منبری سخنران و اهل مطالعه و تاریخ گاگای تأثیراتش کمه ولی باید باشه این شعار دینی و مکتبی و مذهبی ماست نه تنها اینجا محدود نمی شود بلکه انشاءالله و گسترشش می دهیم. در سطح جهان جاهایی جه که نیاز دارد و احتیاج دارد از این برنامه های ارزشمند انشالله استفاده می کند و بهرمند میشه و چون وقت محدود است بنانیس بنده بیش از قدر ضرورت خلاصه اسباب زحمت بشم این مقدمه ای ارز من بود ارز کرده بودم سخن صحبت ما ساعت ده دقیقه باشد حالا انشاءالله خارج از برنامه صحبت نمی کنم چون ایام اربعین است همین آیه شریفه را هم که در آغاز صحبت قرائت کردم مسئله مکل خلاصه مسئله اربعین را در اونجا تذکر داده بود که دیگه توضیحات و تفسیر و تفصیلش انشالله بماند برای اوقات دیگری اگر فرصت شد خلاصه یکی از چیزها و اموراتی که در تمام نظام هستی سخت مؤثر است و نقش مهم و بسیار ارزشمندی دارد محاسبه محاسبه یکی نقش مهمی در رونق بخشیدن تمام کارها دارد نظام تکوین و تشریع بر اساس و پایه محاسبه استوار است علوم و دانشی که در سطح جهان خودنمایی کردن امروز هر روز در فنون مختلف رونق تازه را به وجود می آورد و سبب و باعث پیشرفت و تکامل مردم و جامعه بشریت گشت گردیده و روز به روز رونق زندگی و روش حیات مردم را در ابعاد مختلف زندگی تغییر می دهد همین علوم و فنون هر کدامش را وقت حساب کنیم پایش محاسبه است. ارزیابی است ساختمانی را درست میکند بر اساس یک محاسبه دقیق مهندس تراحیهای مهندسی تر... های مهندسیش را پیاده میکند میزانش و پایه و اساسش همون محاسبه است ولی زیربنای محاسبه را گفتن عدده عددها در تمام خلاصه کارها مورد توجه است خلاصه پایه همه محاسبات صحیح که تفصیلاتش بماند عدد هست ولی در مکتب مقدس اسلام به بعضی از اعداد و شمارش ها توجه خاص شده یکی از عدد که مورد توجه در فرهنگ اسلام قرار گرفته عدد هفت ما شما خلاص حاجی ها رفتن مکه مکرمه خیلی از برنامه هاش رو مثل عدد هفت انجام میشه مثل تواف اطراف خانه خداوند گفته هفت مرتبه هفت شوت باید تواف کند سعی بین صفا و مروه هفت مرتبه است رمی جمره که در اونجا مرد خلاصه به تعبیر معروف شیطان خلاصه باید رم جمره کنند بر اساس میزان شرعی و الهی هفت تا سنگ یا ریک باید بزنند به با اون مجسمه های خلاصه فساد و این هفت تا هست همونطور در جاهای دیگر در قسمت سن و سال بچه ها گفتن تا هفت سال آزادی محض داره تا هفت سال بعد از هفت سال اون آزادی یه مقدار محدود میشه باید محدودش بکنه کسی که واقعا مقید از برنامه های دینی این دستور است اگرچه الزامی نیست واجب نیست دستور مستحب بس در روایت داره مروهم و هم ابناء السبع بچه های کوچک را به کاره های دینی وادار بکنید اونها را تشویقش بکنید در صحنه های دین و دیانت و عمل های دینی اونها را بکشانید و وارد بکنید بعد از هفت سالگی مروهم امر کنید اونها را در حالی که هفت سال دارن و خلاصه هفت ساله شده ان اونها را به وظایف دینیش کم کم آشنا بکنید یکی از عدد مورد توجه که وقت نگذرد عدد اربعین در خیلی جاها به این عدد اهمیت داد صدها جا پیدا می شود که از نظر فرهنگ اسلام عدد اربعین براش توجه شده است یکی از مواردی که نسبت به عدد اربعین توجه شده است و این را در کنار همین عدد تذکرات شدید و اکید می دهد عدد چهل سالگی سن انسان سن انسان زیاد نیست عمر اگر باشه اگر نباشه که نیست اگر باشه زیاد نیست خیلی کم محدوده از اول انسان نگاه کنه 60 سال خیلی عمره ولی وقتی شروع میشه میبینی که نه تمام شد زود زود 40 سال و 50 سال زود زود سپری شد هیچ بسیار زود گذر است ولی عددی که مورد توجه است در فرهنگ اسلام برای مؤمنین و متدینین کسانی که متعهد هستند همین عدد چیل گفتن خلاصه من بلغه اربعین سنه لم یغلب خیلی خطرناک است روایت از امام صادق علیه الصلاة و از کسی که چهل سالش بشود و لم یغلب خیره و شره فلیتجهز الی النار تحدید میکنه میگه کسی که چهل سال از عمرش گذشته و چهل ساله شدن و چهل سال عمرش را سپری کردن خیرش بر شرش و خوبیهاش بر بدیهاش غلبه پیدا نکند آمادگی بگیرد خدای نخواسته برای عذاب در قسمت تحصیل انسان چندین سال تحصیل میکنه همونی که فرمود که العلم نور نوری حقیقتش هم میتونه تجربه هم شده است البته تحصیل باید باشه تعلیم و تعلم باید باشه ولی در این حال خیلی باید انتظار از تعلیم و تعلم را نکشید. در حقیقتش همون العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء گفتن اگر کسی بخواهد در مسیر علم و تحصیل برسد به اون علم معنوی و الهی مقام اسمت و طهارت یکی از راهاش گفته حفظ کردن چهل حدیث چهل تا روایت رو قربتا الله حفظ بکند من حفظ علینا 40 حدیثا فجر الله ينابيع الحكمه من قلبه الالسانه لسانه چهل حدیث را حفظ میکند خداوند چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میکند راستی حقیقت هم همینه طور حرف میزنن حجم تحصیل را اگر حساب بکنی به این کارها نمیرسه و این یک کمک الهی است و یک داد خدا و عطای الهی است که از سرمایه های علمی میتواند بنده خاصش را بهرمند و برخوردار بکنه ولی بشر خیلی محدوده حفظ یک دانه روایت و یک آیه سختی من امشب چی بسی چیزی دیگر میخواستم بخوانم مطالعه کرده بودم دیم نمیشه ولی وقت شما ضایع میشه خلاصه برگشتن همینه بشر محدوده خلاصه همین است فجر الله ینابی الحکمت من قلبه علالسانی در قسمت تحصیل این یکی از راه هاست بعضی از علمای و دانشمندان بزرگ کتاب نوشتن به نام اربعین کتاب دارن به نام اربعین از امام رحمت الله علیه اربعین حدیث چهل تو حدیث را خیلی نوشته است شیخ طوسی اربعین شیخ مفید اربعین امام اربعین دیگران خلاص همینطور طور اربعین اربعین زیاد نوشته این رمزش همینه الهام گرفته از همین جز همین روایت است که کسی چهل حدیث را حفظ بکند یک چنین فضیلت و ارزش دارد نزا دنبال گرفتن در سن چهل سالگی گفتن خیلی شدید میشود خلاصه محاسبه الهی نسبت به انسانها ها دیگه سختتر میگیرد ملائکه های مقرب بیشتر مراقبت می که این یکی از خلاصه تهدیداتی است در فرهنگ غنی و مقدس اسلام که انشاءالله هر عمر بیشتر میشود به خوبی ها بیشتر انسان رو بیارد قدم های فراتر انشاءالله بلند بکند این عمری که خیلی هم خلاصه زودگذر است گفت دوران عمر از چهل چه درگذشت. گذشت مزن دست و پا کابت از سر گذشت یه شعری دیگر میگه بالاخره من این مجلس عوام زیاد خواندم با حفظ حرمت شما که همه الحمدلله اهل علمید خلاصه بهار عمر باشد تا چهل سال خیلی زیبا میگه بهار عمر باشد تا چهل سال چهل رفته فرو ریزد پروبال و پنجاه سال نماند تندرستی به سر کندی پذیرت پای سستی چو شست آید شکست آید پدیدار چو افتاد آید اعضا افتاد از کار به هشتاد و نود چون در رسیدی بسی زحمت که از گیتی بدیدی اگر صد سال عمری بگذرانی شوی مرده به صورت زنده مانی شد بشد بناگوشت کفن همون خلاص موهای سفید دهنه در گوش را میگه زیپن بشد بناگوشت کفن پوش هنوز این پنبه ناری بیرون از گوش دم در گوش پنبه ها شبیه پنبه موهای سفید خود نمایی میکند ولی وسط این گوش پنبه های غفلت محکم شده و سفت شده است که انسان را هرگز رها نمی کند و این یکی از خطراتی است در زندگی بشر که انسان باید توجه بکند و یکی از راه های نجات همین مجالس محافل یکی از اربعینی که در تاریخ خلاصه فرهنگ اسلام توجه بش می شود که وقت رو نگیرم تمامش بکنم اربعین پر افتخار سالار شهیدان سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و است قربان نامت ابا عبدالله الحسین اربعین اول یا دوم ظاهرا اول از خلاصه اهل بیت مرخص شد چرا؟ به خاطر تحولی که در مردم پیش آمد از کجا پیش آمد؟ از ناحیه خطبه ها و سخنرانی ها و برخورد ها و ملاقاتی که از سوی مردم با اهل بیت صورت گرفت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و سید الساجدین علیه الصلاة و سلام نمی نشستن با تمام دردها و هایی که داشتن با همه اندوه و غمی که شب روز می سختن داشتن ولیکن وظیفه را دنبال می حرف حرفهای حق را باید بگت واقعیتها باید گفته شود پرده از روی کار برداشته شود خون سید الشهدا و, و جوانان و شهدای کربلا پامال نشود واقعیتها رو شود تا یه مقدار بیداری در سطح جهان اسلام و جامعه انسانیت به وجود بیاید و این مسئله همینطور خلاصه مخفی نماند هر جا میرفتن سخن میگفتن صحبت میکردند در بازار در خلاصه جایگاه حتی در مجلسها های خواندند که خلاصه اون باعث بیداری مردم شام شد و یزید لعنت الله علیه احساسی خطر کرد به حسب ظاهر که دیگر بیش از این ماندن اهل بيت عليهم الصلاة والسلام در شام صلاح نيس آمد سيد الساجدین امام زين العابدین عليه الصلاة والسلام السلام را تراب کرد اظهار ندامت کرد که بالاخره قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمال الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا يك يزيد لعنه الله عليه میگه مینش از کنار دیوار همین طور فکر أندشيت سر مالی ولی الحسین مارا با حسین چی کار چیرین کار را کردم دست نحسم را به خون پاکان آغشته کردم پاکان را از بین بردم و نابود کردم ما را با حسین چی کار بود این کار باید نمی شد در هر صورت شده بود سید الساجدین ساجدین علیه و السلام و را طلب کرد و اظهار نامت و پشیمانی خدا لعنت کند پسر مرجانه رو من راضی نبودم و یک چنین کار اونها کده حرفها حرف ها بالاخره گفت و گفت راه آمرزش و غفران حرفا را جستجو میکرد از حضرت میپرسید که وقت شما نگذرد الحمدلله خود شما بهتر بلدین تا بالاخره مرخصش کردن اهل بیت علیه مصلات و سلام را و یکی از سختترین مصیبت اهل بیت علیه مصلات و سلام همین مصیبت آمدنش به مدینه بود سری دو راهی گفت یه را کربلا میرود یا راه مدینه از کدام راه بریم گفت کربلا کربلا زوار زیاد داشته اولین زوارش منصور ملک بوده با چهار هزار ملک دومش هم خلاصه همین اهل بیت بوده روز یازدهم محرم یا دوازدهم سومش هم طایفه بنی اسد بوده چهارمش هم خلاصه جابر ابن عبدالله انصاری پنجمش باز هم همین اهل بیت که از شام برمیگردد به کربلا زیارت انجام میشد من از اینجا خواستم روزه نخوانم یک کمی متوسل میشم التماس دعا ان الله خداوند دست ما را از دامن اهل بیت و سید الشهدا و علیه و السلام کوتاه نکند گفت ز جن و انس که مأوا به دارن تمام غرق گناهند یک حسین دارن کاروان کربلایی ها از شام مرخص شد آمد بیرون مدینه سید و ساجدین امام زین العابدین علیه السلام و السلام رو کرد دستور داد که اینجا رحل اقامت بیندازید خیمه ها را همینجا پیاده شوید خیمه های نیم سوخته یا خلاصه خیمه های دیگر را نصب کنید خیمه ها را نصب کردند و همونجا خلاصه اقامت کردند و بعد حضرت سید الساجدین علیه و السلام و سلام رو کرد به سوی بشیر ابن جزلم و فرمود که بشیر خدا رحمت کند پدرت را آدم بسیار خوبی بود و از طبع شعری خوبی بهرمند و برخوردار بود شما هم طبع شیر دارید یا نه ارز کرد ابن رسول من همی مقدار بهرمند هستم حضرت فرمود حالا که چنین است بیا برو خبر آمدن مرا به اهل مدینه برسان که اونها منتظر و خبر شوند که ما از کربلا برگشتیم الان چی گونه برگشتیم دیگه خلاصه وقتی رفته بود چی گونه رفت وقتی برگشت هم چی گونه برگشتن همه دلها می سوزد و آتش دارد و غم و غصه سراسر وجودش را فرا گرفته است بشیر آماده شد برای رفتن به سوی مدینه در تاریخ ها مقتل ها نوشته می که در اون روزگار رسم بود اگر کسی خبر وحشت اثری را می آورد با یک کیفیت و وضعیت خاصی وارد شهر می شد مثلا خلاصه سر را به می کرد یه شال ازا به گردن میانداخت، بعد گوش شطورش را هم پاره می کرد سر و صورت شطورش هم با خونش آلوده می کرد بعد رو شطور قرار می گرفت و همینطور راه می و این خودش علامت بود برای آوردن یک خبری وحشت اثر و بسیار تأثر بشیر وقتی دستور یافت از طرف حضرت که باید این کار را بکند آمد بر اساس همون رسومات برنامه ها را اجرا کرد سرش را بره نکرد این شال ازا هم به گردن انداخت گوش شطورش را پاره کرد سر و صورت شطورش را پور از خون کرد بر شطورش سوار شد یا الله طرف مدینه رسول خاتم اسلام وقتی وارد شهر مدینه شد مردم چشمش افتادن یعنی این شطور سوار با یک هیئت عجیب وارد شهر شده است خیلی احساسی خطر و ترس و واهمه و استراب کردند و همیتون می آمدن آهسته حساب کنار همین بشیر صدا میکرد مل خبر ایوه نائی تر سوار فال بد مزن آخر ما مسافر داریم چرا به این صورت آمده ای چی خبر است بگو برای چی به این حیعت و این شکل وارد شهر شده ای بشیر خلاصه یه جواب بیشتر نشد نداشت و میگفت گفت الخبر و قبر رسول الله همین تو بیایید من یه خبر مهم دارم فقط کنار قبر متحر رسول خاتم اسلام به شما میگم زن و مرد و بزرگ و کوچیک و همینطور ازدهام شد جمعیت زیاد و فراوانی الخبر و اند قبر رسول الله الخبر و اند قبر رسول الله مردم هم که کم کم استراب بر دلش حاکم است و کم کم عشق میبارن گریه میکنن مسافر دارن ناراحتن همینطور جمعیت فراوانی شد کو سیل جمعیت و دریای از جمعیت مردم تا بشیر رسید در همون کنار مرقد متحر رسول خاتم اسلام استاده شدی مرتبه صدای ناله اش بلند شد یا اهل یسر بلا مقام لکم ای مردم مدینه چرا آرام نشسته اید شما منتظر کسی بودید من خواستم خبر او را به شما برسانم منتظر آمدن سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام اگر میخواهید خبری از حسین علیه السلام از من بشنوید حسین را در غریبی سر بریدن حسین را در غریبی سر بریدن تنی پاکش به خاک و خون کشیدن اگر کشتن چرا آبش ندادن کفن بر جسم ست شاکش نکردن. منتظر آمدن حسین علیه السلام هستید مردم مدینه از این بعد دیگر انتظار آمدن حسین را نکشید کاروان کرلی ها بیرون مدینه همه منجا خیمه ها را برپا کردن وقتی مردم شنیدن دیگر صدای و حسینا و اماما زج و فریاد از همه بلند شد محشر کبرای برپا شد همه صدا می زنند و گریه میکنند یه مرتبه آهنگی بیرون مدینه کردن همه میروند طرف بیرون مدینه حتی نقل کردن عروس ها می آمدن پیش شوهرهاش التماس می کردن و می گفتن محریم را می ولی یه پیشنهاد دارم امروز اجازه بده برم بیرون مدینه سر راه کربلایی هایی که از کربلا آمدن به همین صورت همه رو به سوی بیرون مدینه آوردن تا اهل بیت را که از کربلا برگشتن ملاقات کند بشین میگه من بعد از رفتن مردم همینطور بر میگشتم دیگر باش شطور نمی شد بیایم شطور را رها کردم خودم از گوشم و کنار مردم می خواستم بیایم زودتر به بیرون مدینه برسم دیگر مجال نبود ازدهام خیلی زیاد بود جمعیت فراوان جمع شده بودن صدای زجه و گریه و ناله زیاد بر مردم حاکم بود من مجبور شدم پاها روی دوش و شانه مردم می گذاشتم. به همین صورت خود را می کشندم به سوی بیرون مدینه چند قدمی که آمدم و آمدم تا دم دروازه مدینه رسیدم در قدیم رسم بود شهرها دیوار داشت و دروازه دروازه داشت همون دم در که رسیدم دیدم دو تا کودک همانند قرص قمر و آفتاب تابان ایستاده یکی یک طرف در ایستاده یکی طرف دیگر وقت چشمش به ما افتاد نزدیک آمدن صدایش بلند شده شیخ تو خبری آمدن کاروان کربلا یا کربلایی ها را ورده ای؟ گفتم بلی من خبر آوردم گفتم این هر دوتا خیلی بیتاب و ناراحت بود گفت من از شما یک سوال دارم شما را به خدا قسم سوال ما را درست جواب بدی گفتم بفرمایید چی سوال دارید یه مرتبه صدای هر دوتا کودک بلند شد شما گفتید از کربلا کاروان آمدن کاروان کربلایی ها وارد ش... شهر مدینه شده ان از شما سوال میکنم بگو ببینم ابل فضل عباس هم آمده یا نه هم برگشته یا میگه من اقدراه گلویم را گرفت خیلی ناراحت شدم اشکم جاری شد نتوانستم جواب بگم همین طور از کنار اینها شدم صدای گریه بچه ها بلند شد و فرمود آخر ما تو را سوگند دادیم چرا جواب مرا نمیدی میگه در همین جاست برگشتم گفتم شما چه نسبت دارید به عبالفضل عباس باب الحوائج گفتن صدایش بلند شد فرمودن ما فرزندان عبالفضلیم اگر بابا آمده باشد بریم لباس فاخر در بر کنیم و خلاص آمدگی بگیریم برای ملاقاتش اگر نیامده باشد باید تکلیف خودمان را بفهمیم صدای گریه هم بلند شد صورت بچه ها را بوسیدم ارز کردم نور دیدگان ابل فازل بروید لباس سیاه دربر کنید باب الحوائج را کشتن دست های بریداش دست هاش را در کنار نهر القمایم هستنش جدا كرده غیر السيد الساجد و حضرة زينب يك مشت زنهای بيوه و اطفال یتيم كسی دیگر برنگشتهااست أمن یجيب المظطر اذا دعاه ويكشف السو